احتمال راه یافتن برخی از نامزدان حذف شده ریاست جمهوری به فهرست نهایی. نگرانی پنتاگون از افزایش تلفات 80% نظامیان افغان در 6 ماه نخست سال روان. و نشست ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در مورد منازعه هسته‌ای تهران وارد 3 روز شد. سلام، امروز شنبه 18 عقرب سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 9 نوامبر سال 2013 میلادی. زکی زکی هستم با خبرهای این ساعت. حکومت با حذف اکثریت نامزدان احتمالی ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی در صدد جایگزینی نامزد مورد نظر خود است. نامزدان حذف شده میگویند اگر کمیسیون شکست‌های انتخاباتی در فهرست نهایی تغییرات را رونما نسازد، آنان دست به اعتراض‌های مدنی خواهند زد. آنان تاکید میکنند که مهندسی انتخابات به بحران کنونی میافزاید. از سوی هم کمیسیون شکست‌های انتخاباتی میگوید که احتمالاً فهرست نهایی تغییرات را در پی خواهد داشت و انتظار می رود برخی از نامزدان دوباره به فهرست نهایی راه یابند. انتظارها برای اعلام فهرست نهایی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری با نزدیک شدن تاریخ معین آن بیشتر شده. نامزدان معترض اینجا کنار هم آمدند و تاکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات با حذف برخی از نامزدان در صدد جایگزینی نامزد مرتبط به حکومت است. وقتی که حکومت 8 کاندید از خود در کارزار مبارزات انتخاباتی وارد میکنن، معلوم است که حکومت میخواه که یک کاندید دلخواه خود بالاخره به کرسی برسانند. جامعه جهانی هم متاسفانه به این نتیجه رسیده که برای بسیاری از متولیان امور در افغانستان توصیه میکنن که داشتن یک انتخابات بد از نداشتن یک انتخابات ترجیح میتن که بهتر هست، اما داشتن یک انتخابات بد برای وضعیت کنونی افغانستان شفابخش نیست. افغانستان دیگه خواب نیست. از طفلی که بگوار است، با خبر است که یک انتخابات شفاف شوه و به صندوق رای بدن که مردم، اما کسی که داینده در جمهور افغانستان می باشه، صادق باشه. این نامزدان همچنان تاکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات باید به عدم ثبت کارت‌های رای‌دهی در آرشیو این کمیسیون برای مردم افغانستان پاسخ دهد. آنان هشدار می‌دهند اگر به شکایت‌هایشان رسیدگی نشود، به اعتراض‌های مدنی دست خواهند زد. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول پاسخ ازیره بسیار واضح روشن برای مردم افغانستان باید بده که چطور دانسته در کمال بی‌نظمی انتخابات را رهبری بکنه که 3 میلیون و یا حد اکثر 4 میلیون کارت حمایتی در دیتابیسشان بیشتر نیست. در چوکات قانون ما حق داریم تظاهرات کنیم، اعتصاب، و ما نتایج آخری انتخابات قبول نخواهیم داشت. ما به مردم افغانستان مراجعه میکنیم، ما به مجامع بین المللی مراجعه خواهیم کرد، یعنی از تمام راه های قانونی و مدنی ما استفاده خواهیم کرد. از سوی دیگر کمیسیون شکایت های انتخاباتی از بررسی های جداگانه اعتراض های نامزدان حذف شده سخن میزند. کمیسیون سر هر کدام یا هر فرد از کسایی که اعتراض درج کرده با بررسی اسناد، شواهد و دلایلش تصمیم خواهد گرفت. قرار است فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری 1393 خورشیدی در 25 ماه روان اعلام گردد، اما تا کنون مشخص نیست که از نامزدان حذف شده چه کسانی دوباره به فهرست نهایی راه می‌یابند. از سوی دیگر، مسائل جرمی، اسناد تحصیلی، تابعیت و شرایط نامزدی سبب راه نیافتن برخی از نامزدان به فهرست نهایی انتخابات خواهد شد. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در هفته پایان رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های انتخاباتی میگویند که شکایت‌ها و اعتراض‌های ثبت شده سبب تغییرات گسترده در فهرست نهایی نامزدان خواهد شد. از سوی دیگر، مقام‌های این کمیسیون میگویند که ثبت نبودن کارت‌های رای‌دهی دور نخست انتخابات در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات سبب دوباره راه یافتن برخی از نامزدان به فهرست نهایی خواهد شد.
کمتر از یک هفته دیگر به زمان برگزاری فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. هرچند کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در مورد تعداد شکایت‌ها نسبت به نامزدان ریاست جمهوری چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌کند که اعتراض‌های در مورد جرمی، تابعیت دوم و عدم تکمیل شرایط برخی از نامزدان ریاست جمهوری سبب راه نیافتن آنان به فهرست نهایی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون می‌گوید که در صورت نیاز جلسه علنی برای رسیدگی به این شکایت‌ها در روزهای آینده برگزار خواهد شد. نسبت به کاندیداهایی که در لیست ابتدایی فعلا موجود هست هم شکایت درج شده که این شکایت ها نسبت به اسناد تحصیلی مطرح هست، برخی موارد جرمی هم هست در بینشان و بعضا شرایط زیر سوال بردن بعضی شرایط کاندیداتوری هم مثل تابعیت و بعضی مسائل دیگه هم در بین مثل سن در بینشان مطرح است. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که باطل اعلام شدن کارت‌های حمایوی شمار از نامزدان به دلیل ثبت نبودن کارت‌های دور نخست انتخابات در بانک معلوماتی کمیسیون انتخابات سبب دوباره راه یافتن شمار از نامزدان به فهرست نهایی خواهد شد. در اکثر ولایت‌هایی که امن بوده و در دوره اول کارت‌ها توزیع شده، او کارت‌هایی که از او دوران بوده و سیستم کمیسیون مستقل انتخاباتی را شناسایی نکرده، اونا با ارائه اصل همو کارت ها میتونه زمینه برگشتشان به لیست نهایی را فراهم بسازه. پس از نشر فهرست ابتدایی و بیرون شدن نام های 16 نامزد ریاست جمهوری و حدود 300 نامزد شوراهای ولایتی، حدود 600 شکایت و اعتراض در کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده است. مقام های کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می کنند که تلاش خواهند کرد تا شفافیت در روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی قربانی زمان برای آماده سازی فهرست نهایی نشود. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان امروز پس از استیضاء به مجلس نمایندگان از سوی این مجلس ابقا گردید. برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند امضای توافقنامه‌های دو جانبه مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی، گرفتن پول صرفیه برق به حساب بانکی عبدالله نام پسر وزیر مهاجرین، پرداخت 50,000 دلار آمریکایی به همسر وزیر مهاجرین، پرداخت ماهانه 1,700 دلار آمریکایی پول برق به حساب شخصی وزیر و فساد 750 میلیون دلاری در توزیع زمین برای مهاجرین از جمله موارد فساد در وزارت مهاجرین به شمار می رود. از سوی هم وزیر مهاجرین و عودت کنندگان اتهامات صورت گرفته مبنی بر موجودیت فساد در وزارت مهاجرین را رد می کند. اختلاس گسترده در وزارت مهاجرین، مشکلات در عدم توزیع نمرات رایشی در شهرک های مهاجرین، امضای توافقنامه های دو جانبه در پیوند به اخراج مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی خشم نمایندگان را به بار آورده و سرانجام تصمیم بر استعضای وزیر در نشست عمومی روز شنبه در مجلس گردید. اما پیش از آغاز نشست عمومی پیام های تلفنی به نمایندگان سبب ایجاد سر صدا در تالار شورای ملی گردید. من نمیفهم این افراد و اشخاص کیست که شماره ما را دارد، به عناوین مختلف میخواهد ذهنیت وکلا را تغییر بده در قبال شخصیت ها یا وزیرا. اعضای مجلس نمایندگان رشوه ستانی در 62 شهرک، حل نکردن مشکلات بی سرپناهی، عکس رشوه از مهاجرین به دلیل توزیع زمین به مبلغ 750 میلیون دلار آمریکایی از سوی مسئولین وزارت مهاجرین، مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان از جمله چالش های مهاجرین می دانند. در 62 شهرک سراسر کشور شما تا حال 54,782 نمره زمین توزیع کردین که طبق یافته های یکی از نهادهای شفافیت چیزی حدود 750 میلیون دلار رشوه ازی میشه. طبق این همین فرمان 8 نفر کمیسیون است، 8 نفر کمیسیون در مرکز تحت نظر معین مالی اداری و در ولایت تحت نظر معاون ولایت این کمیسیون ها برگزار میشه. مشکل عودت کنندگان در کشور نه تنها نگرانی نمایندگان مجلس نبوده است. اخراج پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی پس از امضای توافقنامه دو جانبه میان افغانستان و این کشورها از دیگر موارد نگران کننده برای نمایندگان مردم به شمار می رود. اینا را به شکل اجباریش برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی به افغانستان استرداد میکنن، میفرستنشان. چرا؟ به دلیل از اینکه دولت افغانستان موافقت نامه های را در بدل بسیار کمک های شخصی کوچک با اونا به امضا رسانده. امضای تفاهم نامه با یک کشور در قسمت مهاجرین به مفهوم از این نیست که ما در اونجا امضا کرده باشیم که شما مهاجرین ما را اخراج بکنین.
ابداً ابداً چنین کاری نیست. ما پیش ما تمام تپامنامه موجود است، شما میتونین این را مطالعه بکنین. گرفتن پول صرفی برق به حساب بانکی عبدالله نام پسر وزیر مهاجرین، هزینه مصارف سفرهای خارجی به گونه غیر قانونی، پرداخت 97 هزار دلار آمریکایی به حساب یکی از سکتورهای خصوصی، پرداخت 50 هزار دلار آمریکایی به خانم شازدیه همسر وزیر مهاجرین، حیف و میل شدن پولهای حفر چای عمیق، پرداخت ماهانه 11 هزار و 700 دلار آمریکایی پول برق به حساب شخصی وزیر، تقررهای غیر قانونی در وزارت، از جمله سوء استفاده های وزیر مهاجرین گفته شده است. اما وزیر مهاجرین این گونه به سوال نمایندگان پاسخ می‌دهد: باید کار کنه، حق ما است، افغان هستیم، تابعیت همین کشور داریم. سرانجام پس از توضیح وزیر به سوالات نمایندگان، مجلس بار دیگر با اکثریت آرا به وزیر مهاجرین و عودت کنندگان رأی اعتماد دادند. اعضای مجلس نمایندگان در حال وزیر مهاجرین و عودت کنندگان را به فساد و کمکاری در حل مشکلات مهاجرین افغان متهم می‌کنند که پیش از این آمارهای بین‌المللی نشان داده بود که در جریان چند دهه نبرد افغانستان نزدیک به 6 میلیون شهروند این کشور وادار به ترک خانه‌هایشان شدند. تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه نخست سال روان 80% افزایش یافته است. یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد تغییرات کلی در جنگ افغانستان رونما گردیده و نظامیان افغان بیشتر عملیات‌های فیشه و نبرد را رهبری می‌کنند، اما تلفات آنان در هفته به 100 تن می‌رسد و تلفات نیروهای خارجی برعکس 60% کاهش یافته است. پنتاگون هشدار داده است اگر حمایت‌های جهانی از نیروهای امنیتی افغان متوقف شود، این نیروها با خطر مواجه خواهند شد. سال روان خورشیدی دشوارترین سال برای نظامیان افغان به دلیل بهادگیری مسئولیت‌های امنیتی پنداشته می‌شود. در گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره ارائه کرده آمده است، حملات شورشیان در میان ماه‌های اپریل تا سپتامبر 6% و حمله با بمب‌های دستساز نیز 22% کاهش یافته است. اما تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه نخست امسال 80% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و تلفات نیروهای خارجی نیز 60% کاهش را نشان می‌دهد. نیروهای امنیتی افغان که در جریان نبرد امسال کشته شدند 80% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. اما توانایی نیروها در 12 سال گذشته افزایش یافته و این نیروها 95% تمام نبرد و 98% تمام عملیات های ویژه را رهبری می کنند. با پایان مأموریت نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی، اگر حمایت های بیرونی از نیروهای افغان قطع شود، آنان با خطر مواجه خواهند شد. در این حال وزارت امور داخله بانک این گزارش را تایید نمی کند، اما می گوید تلفات پلیس ملی در این سال 15% افزایش داشته است. آنچه که در گزارش پنتاگون آمده، خب تا در حال حاضر مشخص نیست و مورد تایید ما هم نیست مسئله تلفات. اما در پلیس ملی افغانستان از شروع سال تا به حال ما فقط 15% افزایش در تلفات خود داشتیم، اما در دو ماه گذشته ما یک کاهش چشمگیر در تلفات پلیس به وجود آمده. بر اساس این گزارش 80% حملات مخالفان مسلح در مناطقی رخ داده که کمتر از 25% جمعیت کشور در آن زندگی می کنند و بیشتر خشونت ها که 30% حملات را تشکیل می دهد در 10 منطقه ولایت های هلمند و قندهار بوده است. پنتاگون گفته طالبان برای رسیدن به اهدافشان شکست خورده و زیر فشار قرار دارند. ما امیدوار هستم فعالیت های استخباراتی و حمایت مردم افغانستان از نظامی های افغانستان بتانه به این تشویش نقطه پایان بگذاره. در غیر از صورت مهار کردنش واقعا با گذشت هر روز مشکلات و چالش های سیاسی، اقتصادی و نظامی را به بار میاره. با انتقال مسئولیت های امنیتی به نظامیان افغان، گفته می شود بیشتر تلفات نیروها در اثر ماینه های کنار جاده ای صورت گرفته و اگر برای تجهیز کاملی نیروها توجه جدی شود، آنان می توانند به تنهایی در مبارزه با حرس افغانی و تامین امنیت کشور عمل نمایند. خواستیم در این زمینه نظر وزارت دفاع ملی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های فراوان موفق نشدیم. برو. 11 کارگاه آموزشی 3 روزه ملی هماهنگی صحی امروز در کابل گشایش یافت. این کارگاه آموزشی از طرف وزارت صحت عامه با اشتراک رؤسای صحت عامه تمامی ولایات به منظور هماهنگی بیشتر، دستیابی به تازه‌ترین آگاهی‌ها در مورد وضعیت صحی در کشور و یافتن راه حل مطلوب برای ارائه خدمات صحی تدویر یافته بود. سریا دلیل وزیر صحت عامه در مراسم افتتاحیه این کارگاه از محرم نگه داشتن معلومات مریضان در شفاخانه ها در نظر گرفتن اخلاق طبابت یاد کرد و گفت خدمات صحی در تامین امنیت، اقتصاد و فرهنگ تاثیر مستقیم دارد. به گفته او این کارگاه آموزشی فرصت خوبی برای شنیدن نظرها، پیشنهادها و یافتن راه حل مطلوب برای دسترسی به خدمات صحی خوب و متوازن در تمام کشور می باشد. این مجلس یا این کنفرانس 3 روزه فرصتی است برای
شنیدن صحبت‌ها، نظرات و مطالب شما که از جاهای دوردست افغانستان تشریف آورده اید و فرصتی است برای ای که در پیدا کردن راه حل مطلوب یک جا با هم اقدام کنیم. اما دکتر غلام نبی یگانه رئیس ساعت‌نامه ولایت غور، یکی از اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی میگوید بیش از 30% مردم به دلیل کوهستانی بودن این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند. ما برای فلان هم 65% مردم بیشتر دسترسی ندارند، یعنی 35% دسترسی ندارند. دکتر محمد قسیم سعیدی رئیس ساعت‌نامه ولایت پروان، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی، از آمادگی های کامل به منظور عرضه خدمات صحی خوب در این ولایت به خصوص در تونل سالنگ در فصل زمستان خبر می دهد. در قسمت سالنگ ها تدابیر خود خاص خود داریم. ما کلینیک دبستر شفاخانه دبستر در زیر خود قبر کلینر که به نام گوارسنگ میشه داریم و همچنان در باغ میدان سالنگ یک کلینیک داریم و همچنان در قسمت اولنگ سالنگ یک خاص به خاطر راههای زمستانی و برای خاطر عبور مرور مسافرین است. همچنان از روز جهانی کیفیت صحی از سوی شفاخانه فرانسوی کودکان و مؤسسه انکشافی آقا خان با اشتراک متخصصین داخلی و خارجی و مسئولان وزارت صحت‌عامه در هتل سرینا کابل تجلیل به عمل آمد. خانم سریا دلیل وزیر صحت‌عامه در این سمینار گفت باید استفاده از ارقام در تمام شفاخانه ها، دانشگاه ها و انستیتوت های صحی نهادی نشود و درک و تفسیر درست از ارقام صحی صورت گیرد و همچنان از کارکردهای شفاخانه صحت طفل در راستای بهبود کیفیت صحی تقدیر و عمل آورد و گفت خدمات صحی این شفاخانه باعث شده که دیگر مریضان به خاطر تداوی به خارج از کشور سفر نکنند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. این هم چند رویداد خارجی. نشست ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در مورد منازعه هسته‌ای تهران وارد سومین روز خود شد. نمایندگان دو طرف اعلام کردند که پیشرفت‌های چشمگیری در راستای حل این منازعه صورت گرفته است، اما تا اکنون توافق در این پیوند ایجاد نگردیده است. ویلیام هک، وزیر خارجه بریتانیا که در این نشست وجود دارد، تاکید می‌کند که گفتگوهای بیشتر می‌تواند این اختلافات را از بین ببرد. پس از اینکه نمایندگان ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 گفتگوهای دو روز گذشته در ژنو در مورد منازعه هسته‌ای ایران را پردستاورد توصیف کردند، این گفتگوها به روز سوم کشیده شد. دیروز گفتگوها با حضور وزیر خارجه ایران، آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیگیری شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، دیروز گفت که تاکنون اختلافات وجود دارد، اما با این هم پیشرفت‌های زیادی در این باره صورت گرفته است. ویلیام هک، وزیر خارجه بریتانیا، نیز با امیدوارکننده خواندن این گفتگوها پافشاری می‌کند که حل اختلاف غرب با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور زمان بر خواهد بود. این گفتگوها پیشرفت چشمگیری داشته است و باید بگویم که این روند ادامه خواهد داشت، اما موضوعاتی هستند که باید حل گردند و این گفتگوها پایان نیافته اند. ما به این موضوعات در گفتگوهای خود پافشاری می کنیم. روز جمعه هیئت ایرانی و نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 مذاکرات فشرده ای داشتند. پس از آن جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیشب به مدت 5 ساعت با هم دیدار و گفتگو کردند. کاترین اشتون، رئیس هیئت مذاکره کننده گروه 5 به اضافه 1، نیز در این دیدار حضور داشت. از سوی دیگر سرگئی لاروف، وزیر خارجه روسیه، برای اشتراک در سومین روز گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 وارد ژنو شده است. منازعه هسته ایران با غرب از نزدیک به یک دهه گذشته ادامه دارد. گردباد نیرومند موسوم به هایان که دیروز بخش‌های مرکزی فیلیپین را درنوردید، بیشتر از 100 تن را به کام مرگ فرستاده است. مقام‌های نجات این کشور می‌گویند که تا اکنون افراد 100 نفر را پیدا کردند و ده‌ها تن دیگر نیز مفقود هستند. پیش‌بینی شده است که با برقراری ارتباط با مناطق آسیب دیده، شمار کشته شدگان افزایش یابد. سرعت وزش این گردباد بین 235 تا 275 کیلومتر در ساعت اعلام شده و از آن به عنوان یکی از نیرومندترین طوفان‌ها در منطقه یاد شده است. این طوفان پس از عبور از فیلیپین به سوی جنوب شرق آسیا در حرکت است.
برخی از سران سیاسی و مقام‌های پیشین دولتی پاکستان میگویند که دولت نباید به دنبال گفتگوهای صلح با تحریک طالبان این کشور باشد. رحمان ملک وزیر داخله پیشین پاکستان میگوید که تحریک طالبان پاکستانی متشکل از هراس افگاران است و آنان هیچ میلی برای پیشبرد گفتگوهای صلح ندارند. او میگوید که دولت باید آنان را سرکوب کند و از بین ببرد. این در حالی است که دیروز رهبر تازه تحریک طالبان پاکستان پیشبرد هر گونه گفتگوهای صلح با دولت را رد کرده بود و امکان این گفتگوها را زیر صفر خوانده بود. خبرهای اقتصادی بعد از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. باز هم خوش آمدین. بانک انکشاف آسیایی قراردادی را به ارزش 220 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بالعوض به منظور کار ساخت و ساز شاهراهای بزرگ مزار شریف الا حیرتان و قندهار الا حیرات با وزارت مالیه به امضا رساند. عمر زاخلوال وزیر مالیه اجرایی شدن این پروژه را به همکاری بانک انکشاف آسیایی یک گام ارزنده در عرصه معیاری شدن سیستم ترانسپورتی کشور خوانده و میگوید عملی شدن این پروژه سبب راه یافتن افغانستان به جنوب آسیا می شود. از سوی دیگر وزیر فواید عامه میگوید در حال حاضر از سوی آنان کار بالای طرح و دیزاین این پروژه ها جریان دارد و در آینده نزدیک کار عملی آنان آغاز می شود. بانک انکشاف آسیایی به سلسله کمک‌هایش در بخش‌های مختلف افغانستان امروز قراردادی را به ارزش 220 میلیون دلار آمریکایی با وزارت مالیه به امضا رساند. بر اساس این قرارداد بانک انکشاف آسیایی متحد شده است تا این مبلغ را بالای ساخت و ساز جاده‌های مزار شریف الا حیرتان و قندهار الا هرات به مصرف برساند. وزیر مالیه میگوید که این مبلغ از بودجه دولت افغانستان از طریق وزارت فواید عامه به مصرف می‌رسد. آقای زاخلوال این پروژه را در بلند بردن ظرفیت اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار میداند. هرات و کابل لویلار چې د چخچران دلاري چخچران ګردندیوال دلاري به جوړیږي. د دوی هغه مقدماتي کارونه چې هغه مطالعه او ډیزاین دی هغه تمویل او شروع کړي. از سوی دیگر وزیر فواید عامه کشور نیز کار ساخت و ساز این مسیرها را از برنامه‌های کلیدی این وزارت خوانده و میگوید با عملی شدن این پروژه ها که اکنون کار بالای طرح و دیزاین آن جریان دارد حدود 300 کیلومتر فاصله را کاهش میدهد. امور که ما انتقال میدیم باید از طریق سالنگ یک دفعه بیایی به کابل و از طریق کابل شهرهای کابل خندار بوده به طرف خندار و ایرات یک فاصله فرق را طول نیست. ما میتونیم در حدود 300 کیلومتر فاصله را کوتاه بسازیم. با این حال رئیس اداره بانک انکشاف آسیایی در افغانستان تاکید دارد که این کمک ها از برنامه های انکشاف شبکه ترانسپورتی این بانک در افغانستان می باشد. پیش از این نیز ما کمک های در بخش های مختلف افغانستان داشتیم و این کمک که 220 میلیون دلار می باشد از کمک های ما در بخش های انکشاف شبکه ترانسپورتی به شمار می رود. این کمک بانک انکشاف آسیایی در بخش کار ساخت و ساز جاده های مسیر قندهار لاهرات و مزار شریف لاهیرتان در حالی صورت میگیرد که همواره بیشترین کالاهای وارداتی و صادراتی تاجران به دلیل درست نبودن راه های مواصلاتی یا هم فرسوده می شود و یا هم به وقت معین به هدف نمی رسد که این مسئله سبب نگرانی بازرگانان افغان نیز شده است. 8 سردخانه به هزینه 28 میلیون دلار در 6 ولایت کشور اعمار می‌گردد. مقام‌های وزارت زراعت و مالداری می‌گویند از این میان 3 سردخانه در شهر کابل و 5 سردخانه دیگر در ولایت‌های کندوز، بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار اعمار خواهند شد. قرارداد اعمار 8 سردخانه در 6 ولایت از سوی وزارت زراعت و مالداری با یک شرکت خصوصی داخلی به امضا رسید. این سردخانه ها در شهرهای کابل، بلخ، ننگرهار، هرات، کندز و کندهار ساخته خواهد شد که شکل مجتمع ساختمانی را دارا بوده که بر علاوه سردخانه، مرکز پروسس، بسته‌بندی، شستشوی محصولات، تعمیر اداری، برج برق، اتاق‌های جنراتور، برج‌های محافظتی، مخزن آب، ایستگاه وسایط، پمپ استیشن و مارکت عمده فروشی در آن نیز شامل می‌باشد. هر یکی از این سردخانه ها در حقیقت به شکل یک کامپلکس احداث خواهد شد که بر علاوه خود سردخانه ها دارای مرکز پروسس، بسته‌بندی، تعمیر اداری، برج برق، اتاقهای جنراتور، برج های محافظتی، مخزن آب، ایستگاه وسایط،
پمپ استیشن های تیل و سایر سیستم های تکنیکی می باشند. و سردخانه کابل دارای یک باب مارکت عمده فروشی نیز خواهد بود. در ساخت این سردخانه ها 28 میلیون دلار هزینه می شود که از بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخت شده و به گفته مقام های این وزارت تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. همچنان گفته شده که این سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی به استثناء گندم اعمار می گردد که ظرفیت نگهداری 40,000 تن محصول زراعتی را در یک وقت دارا بوده و هر یک از این سردخانه ها در مساحت های 10 جریب زمین اعمار می گردد. و شهردار کابل از هیئت رهبری به فیش بخش خبر تلویزیون خورشید تقدیر به عمل آورد. شهردار کابل نقش رسانه ها را در بازتاب واقعیت های عینی تاثیرگذار خوانده و از میان رسانه ها و از کارکردهای تلویزیون خورشید در بازتاب فعالیت های توصیوی شهری با اهدای تقدیرنامه ستایش به عمل آورد. تلویزیون خورشید تانست که اطلاع رسانی بسیار خوب بکنه، پیشنهادات و انتقادات خوبی هم ما از طریق از تلویزیون داشتیم. به این خاطر شهروالی کابل این برخورد مسئولانه تلویزیون خورشید قابل قدر دانست و در سمینار در چهارمین سمینار علمی تحقیقی میلاد کابل اینا را تقدیر مورد تقدیر قرار دادیم. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان میکند، اما قبل از آن به نام خدا و این هم خبرهای ورزشی. نخستین دور مسابقات لیگ فوتبال بانوان شهر کابل آغاز شد. این رقابت ها با حضور 16 تیم به مدت یک ماه در میدان فدراسیون فوتبال کشور برگزار می شود و در پایان 50 چهره برتر و زیات تیم های ملی فوتبال بانوان کشور را به دست خواهند آورد. در این زمینه همکارم قیس همراه را با جزئیات بیشتر این خبر همراهی کنید. برای اولین بار مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان شهر کابل روز شنبه در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد. در این رقابت ها 16 تیم اشتراک کننده در 4 گروه 4 تیمی به مدت یک ماه با هم بر رقابت میپردازند. مسئول کمیته فوتبال بانوان هدف از برگزاری این مسابقات را رشد فوتبال بانوان و شناسایی استعدادهای برتر به تیم ملی بانوان فوتبال کشور عنوان می کند. هدف این مسابقات که هست انتخابات تیم ملی است که می توانیم 25 بانو را در تیم ملی انتخاب می کنیم و 25 بانو را در تیم جوانان ما. بخاطر مسابقات و مسابقات جوانان ما خیلی داریم پیش روی، باید به زودترین فرصت تیم ما را ایجاد بکنیم. شمار از بانوان فوتبالیست هم برگزاری چنین مسابقات را بر پیشرفت رشته فوتبال در کشور موثر دانسته و خواهان گسترش این مسابقات شدند. ما بسیار سعی تلاش داریم که بازی‌های ما پیشرفت کنه و ما بتونیم که بیشتر در بازی‌های خود پیشرفت کنیم. باید فدراسیون هم بر ما کمک کنه تا که برادرای ما که تابستان بر افغانستان ما یک افتخار بسیار خوب باشه. به همین قسم دخترای ما هم هستن کسانی که میتونن آینده کسانی باشن. پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیا، علاقه‌مندی بانوان بر رشته فوتبال روز به روز افزایش یافته است. گفته می شود در پایان این مسابقات 25 چهره برتر عضویت تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را به دست می آورد و 25 تن دیگر نیز به تیم نوجوانان دعوت می شوند. رئال مادرید در هفته 13 لالیگا اسپانیا امشب از رئال سوسیداد پذیرایی میکند. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید تلاش خواهد کرد تا با مثلث آمادگی تیمش کریستیانو رونالدو، گرت بیل و کریم بنزما به هم بعد دهمین پیروزیشان در این فصل لالیگا دست یابند. رئال سوسیداد هم در حال مقابل رئال مادرید بازی خواهد کرد که در 12 بازی قبلی خود موفق به کسب پیروزی نشده است. از سوی دیگر کریستیانو رونالدو و پپه، دو بازیکن پرتغالی رئال که در تمرینات روز پنجشنبه این تیم حضور نداشتند، به احتمال زیاد در این بازی حضور خواهند داشت. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر که تا این دم با ما همراه بودین.